مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 تا کنون بدون محاکمه در دادگاه در حصر خانگی به سر میبرند. با کدام حکم؟ بر طبق کدام قانون؟ پاسخ خوب کیست؟ سرانجام وعده حسن روحانی درباره رفع حصر چه میشود؟ از شما دعوت میکنم که بیاید روی خط و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. شما تلفن ما هست 202-260-71-10، شما تلفن آشنایی که حتما میشناسید، اما اگر نتونستید باهاش تماس بگیرید کافیه که شماره خودتون رو به دست همکارانم برسونید از طریق شبکه‌های اجتماعی یا ایمیل تا اینکه شما رو در نوبت تماس قرار بدن. اگر به اسکایپ دسترسی دارید علاوه بر تماس صوتی میتونید به صورت تصویری در برنامه با ما همراه باشید. روی خط در شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار مثل فیسبوک، اینستاگرام و توییتر اکانت داره، میتونید از طریق این اکانت ها ما رو پیگیری کنید و یک راه ساده کانال تلگرام روی خط. شما از طریق کانال تلگرام روی خط به آدرس sendvoa میتونید هر روز تا قبل از برنامه از خودتون صدا و تصویر تهیه کنید و بفرستید و یا اینکه حتی در طول برنامه نظراتتون رو به طور نوشتاری با ما در میون بگذارید. من بهروز صمدبیگی هستم، همراه شما در برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. از بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد 2368 روز گذشته. کمی مانده به 7 سال. یک دولت رفت، یک دولت آمد. دولت جدید دومین دورش آغاز شد، اما به رغم وعده ها موسوی، کروبی و رهنورد هنوز در خانه بازداشتند. روزهایی که هنوز جنبش سبز بود و اعتراض و به خیابان آمدن ارزش. در خیابان داد می‌زدند موسوی یا کروبی بازداشت بشه، ایران قیامت میشه. آنها بازداشت شدند ولو به غیر قانونی ترین شکل، اما قیامتی نشد. برخی میگویند چرا باید اعتراض کرد؟ موسوی و کروبی از همان ساختار قدرتمند در واقع خواستار برآورده شدن رویای دوران طلایی امام هستند. برخی میگویند نقض حقوق بشر نقض حقوق بشر است، حالا چه برای یک عضو سابق نظام و یا چه برای مخالف نظام. 4 سال پیش که حسن روحانی میخواست رئیس جمهور بشه وعده پایان حصر داد، کاری نکرد و حالا که اصلا میگوید که در اختیار او نیست. قوه قضایی مسئولیت هایی داره، قوه مجریه مسئولیت هایی داره، قوه مقننه مسئولیت هایی داره. ما در چارچوب قانون اساسی حرکت میکنیم. من نسبت به حقوق تک تک شهروندان ایرانی بدون استثنا مسئولم، حتی ایرانیان خارج از کشور. من هر جا ببینم و حس کنم حق یک ایرانی در داخل در خارج مورد تعرض قرار گرفته یا اجحافی شده، در حد توان خودم من این کار رو خواهم کرد. در مواردی که مربوط به قوه قضایی هم میشه، از طریق وزیر دادگستری، از طریق مکاتبه مستقیم با دستگاه قضایی، از طریق جلسات قوای سگانه که رؤسای سه قوه دارن، من دنبال میکنم و دنبال خواهم کرد. تقریبا همه انگشت ها به سوی آیت الله خامنه ای به عنوان آمر و دستور دهنده حصر خانگی، اما او ساکت است و به نظر میرسد تصمیمی برای تغییر نظرش نداره، حتی این روزها که حال مهدی کروبی خوب نیست و یا وضعیت موسوی. جمهوری اسلامی برخی مثل آیت الله شریعت مداری را اونقدر در بازداشت خانگی در دوران خمینی نگه داشت تا او درگذشت. در دوره خامنه‌ای حصر خانگی منتظری 5 سال طول کشید. اما در برنامه امشب از شما می‌پرسیم که ترس حکومت ایران از آزادی سران
جنبش سبز چیه؟ اگر متهم هستن چرا دادگاهی برای اونها برگزار نمی‌کنن؟ اینک اینکه 7 سال از حصر موسوی، کروبی و رهنورد گذشته، این بازداشت خانگی چه زمانی پایان می‌یابد؟ در یک ساعت پیش رو از طریق راه‌هایی که همکارم بهروز اول برنامه براتون گفت میتونید بیاید روی خط و دیدگاهتون رو با ما در میون بذارید. در ابتدا بذارید به تهران بریم و صحبتمون رو با آقای بهمن شروع کنیم که از تهران با ما تماس گرفتن. آقای بهمن سلام، بفرمایید روی خط هستید. سلام و درود خدمت شما. ببینید این موضوع دو جنبه داره. یکی این که اصلا این افراد میتونستن نظام اینا رو به حساب در حد نگه داره و یا این که چرا دادگاهی برای اینا برگزار نمی کنه. در قانون اساسی روشن اومده که یه فرد ایرانی رو نمیتونی یک روز در بازداشت و در زندان نگهداری بدون اینکه برای اون دادگاهی برگزار بشه و حکم صادر بشه مبنی بر بازداشت و یا زندان اون فرد. این مهر از اومده روشن در قانون اساسی اومده و شخص اول مملکت رهبر دائما در سخنرانی‌هاش از پیاده شدن قانون اساسی و قانون گفته، مر قانون ایشون تو دهنها انداخته و خواستار اجرا شدن مر قانون بوده و دستگاه قضا هم به عنوان به حساب حافظ قانون اساسی، این دو مرجع خودشون کسایی هستن که قانون اساسی رو پیاده نمی کنن و به حساب جلوگیری می کنن از پیاده شدن قانون. و اینکه چرا دادگاهی برگزار نمیشه، این مشخصه، فقط و فقط ترسه. ترس چرا که این افراد در سالها از اولین افراد و مهمترین به حساب مسئولان نظام بودند. آقای کروبی 8 سال رئیس مجلس بوده، آقای میرحسین 8 سال شخص اول اجرایی مملکت بوده به عنوان نخست وزیر. خب مطمئنا اینا از اسرار و به حساب پشت پرده های خبر دارن که برای نظام اگه افشا بشن گرون تموم میشه و با این کارش رهبر و قوه قضاییه به حساب جلوگیری میکنه. دائما در صحبتاشون این حرف رو تاکید میکنن که ما اگر که اینها دادگاهی بشن چه بسا حکمای سنگین تری بگیرن. خب که این خودش با بی‌قانونیه. نکات خوبی اشاره کردی، اما یه بحثی که از اول اصلا من این سوالاشو بپرسم، با توجه به صحبتی که کردی، پس شما مسئول این در واقع بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز رو در واقع خامنه‌ای دارید عنوان میکنید؟ بله، شخص رهبر. خب با این اوصاف پس چرا آقای روحانی در واقع میتینگ های انتخاباتیشون وعده رفع حصر رو میدن، هم در چه در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری ایشون در سال 92 چه در دور دوم که صحبت هایی بود؟ ببینید اینها یک شعارهای پوپولیستی و مردم فریبانه بیشتر نبوده. خود ایشون میدونه که به حساب بدون اذن رهبر همچین به حساب کاری اصلا محاله و ایشون امیدوار بر این بود که با بالا رفتن درصد آرایشون به 60% و یا بالاتر بتونه رهبر رو متقاعد بکنه، بتونه رهبر رو یه جوری راضی بکنه که این نظر اکثریت مردمه که شاید رهبری کم نرمش به حساب به خرج بده و با این صحبت آقای روحانی و درخواستش موافقت بکنه. و این مشخصه که به حساب فکر نمی کنم حالا تا زمان حیات این افراد همچین کاری بهمن زمانمونم محدود، خطا هم پر هستش. یه بخش دیگه ای رو اشاره کردی که افرادی که در حسب به سر میبرن افرادی هستن که به هر حال در رأس نظام سمت داشتن پیشتر، حالا میترسه که افشاگری صورت بگیره. آیا اصلا حکومت ایران از افشاگری ترسی هم داره؟ برسو مثلا در بحث این فایل صوتی که مثلا برای آقای منتظری در واقع منتشر شد و اشاره شد به اون بحث در واقع صدایی که از آقای پور محمدی بود، این بحث افشاگری که داری بهش اشاره میکنی واقعا برای حکومت ایران مهم هست که بخواد چنین هزینه ای رو پرداخت کنه؟ نمیشه گفت مهم نیست، چون به حساب ظاهر قضیه هم که شما فکر کنید مهمه. هرچی این افشاگری ها بیشتر بشه، مخصوصا توسط افرادی که در قید حیات هستن، به حساب برایشون مهمه. چه بسا مردم
به مطالبه اینها به حساب بیان در خونه های افراد بخوان، اگر که به قضایای خیلی مهمی از به حساب سربنیست کردن افراد مهمی اینها پرده بردارن، چه بستا به حساب در خونه اونها بیان و مطالبه کنن. و یک نکته که این افراد که در حس هستن، اگر که مطمئن باشن اگر وکیلی بگیرن در خارج از کشور، مثلا در دادگاه لاهه اقامه دعوا بکنن، این نظام مطمئنن محکوم میشه به پرداخت خسارت بهمن و که اینا در حس هستن. مرسی که تماس گرفتیم. بهمن در ابتدای صحبت اشاره کرد به بخشی از قانون که بر اساس قوانین ایران در واقع نمیشه فردی رو بدون اینکه تفهیم اتهام کرد بیش از 24 ساعت در بازداشت نگه داشت، اگر این کار انجام بشه جرم هستش. اما بذارید پیش از اینکه به سراغ خط بعدی بریم سری بزنیم به شبکه‌های مجازی، بهروز در کاربران در فضای مجازی چه نظری دارن؟ افشار اگه خیلی کوتاه بخوام نظری بیاندازم به شبکه‌های اجتماعی، خب تقریبا میشه گفت دو دسته یا نهایتاً سه دسته نظرات بیشتر نیست، یا اونایی که موافقن یا مخالف و کسایی که از زاویه دیگری نگاه کردن. اما من سعی میکنم همه رو لحاظ کنم و چند نمونه ازشون بخونم. مثلا مهدی در اینستاگرام برای ما نوشته هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی جرأت پذیرش مسئولیت حذف را نداشته است، لذا میتوان به جای حذف نام آدم ربایی بر آن گذاشت. این کامنت مهدی بود. اما آقا یا خانم صادقی از جمله کامنت گذاران و مخاطبانی بود که موافق برخورد با موسوی و کروبی و رهنورده و گفته که چون اینها اقدام به سرنگونی رژیم کردن و اگر در هر کشوری کسی اقدام به تغییر رژیم بکنه مثل ترکیه سربنیستش میکنند. اینها در حس در خانه هایی با وسعت یک جریب و تمام امکانات عالی شاهانه زندگی میکنند. این ادعای آقای یا خانوم صادقی است که در اینستاگرام برای ما کامنت کرده شد. ما باز هم به نظر شما باز خواهیم گشت. ممنون از تو بهروز. به تهران بریم. آقای زند از طریق تلفن همراه ماست. آقای زند به نظر شما یا این حصر قانونی هست یا نه؟ و بشنم این صحبت های شما رو. اصل عدد برم خدمت شما و همکاران محترمتون. بنده خدمت شما عرض کنم به طور قطع با همین قانون جمهوری اسلامی ایران این حذف غیر قانونیه و غیر انسانی هم هستش. در همین قانون خودمون من به این معتقدم باید محاکمه بشن تا معلوم بشه در کدوم حرفشون قش بوده و کجا دروغ گفتن. اینا فعلا ما هر چی که رصد میکنیم میبینیم گفتای آقای میرحسین موسوی و شیخ و رئیس مهدی کروبی هر چی گفتن درسته. تا الان ما ندیدیم دروغ بگن، هر چی هم پیش بینی کردن درست آب در اومده. این سه نفر که در اساسن شدن نردبان ترقی بعضیا، اگه دیده باشیم میگن فلان میکنیم و نمیکنه، از جمله همین رئیس جمهور. در مگه در انتخابات آقا مگه شعار مردم ها نمیشنومن؟ چرا پنبه گذاشتن گوششو؟ شما هر انتخاباتی هر میتینگی بود همه میگفتن آزادی اینا، اصلا اصل شعار آزادی ایران. شما وقتی که یه عده همه طرفدار داره زندانیش میکنید، یعنی اینا افکار زندانی نمیشه، افکار رو نمیشه به حبس کشید، افکار رو باید با افکار جواب داد نه در زندان. اینا به طور قطع هیچ موقع دست براندازی نداشتن، قصد مخالفت با نظام نداشتن، بلی قصد اصلاحات داشتن. امری باشه در خدمت. آقای زن یه سوال دیگه از خدمتون داشتون، اشاره کردی به بحث محاکمه نشان. این سوالی بود که از آقای بهمن هم پرسیدیم، این که بارها خود این افراد درخواست برگزاری دادگاه علنی داشتن اما حکومت حاضر نشده که چنین دادگاهی رو برای اینها برقرار کنه. ترس حکومت از برقراری حداقل یک دادگاه اگر به صرف اینه که اینها متهم هستن و محکوم هستن چیه که دادگاهی رو برگزار نمیکنه؟ علم حضورتون ترس اینا نه اینه که بخواد چیزی رو افشا بکنن، ترس اینا از این میشه که اینا میشن در این دادگاه اسطوره، فقط به خاطر راستی و درستی که به خرج دادن میشن اسطوره، وگرنه حرف پنهانی نداره، چون هرچی حرف گفتن بقیه تحلیل کردن. اما یک چیزی که هست، یک دادگاهی هست جناب سیگارچی به نام افکار عمومی. افکار عمومی این سه نفر که در حسن تبرئه کرده، یعنی این تبرئه افکار عمومی باید اینا پیرو به این باشد، نگلج کنن با هم دیگه. امری باشه در خدمت. ممنون از شما آقای زند. صحبت های زند رو شنیدیم از
تهران بذارید به تهران بریم. آقای عبدالمجید بیننده دیگری که از طریق تلفن همراه ماست، آقای عبدالمجید بفرمایید که آیا اصلا با این حصر، در واقع با بازداشت خانگی، حصر خانگی رهبران جنبش سبز موافق هستید یا خیر، و صحبتتون رو میشنویم. سلام، خسته نباشید، خیلی تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون. هیچ کی از ایرانی ها موافق به این نیستن، فقط اون تعدادی که به آقای رئیسی رأی دادن مثلا 16 میلیون موافقن، 24 میلیون که به آقای روحانی رأی دادن مخالفن، ما هم که 14 میلیونی رأی ندادیم ما هم مخالفیم، یعنی 38 میلیون مخالفیم، ولی حرفمون به جای پیش نمیره. ببینید اگر اینا مثلا میگم آقای کروبی اینا فرض بگن، من هم همینو قبول دارم، ما میگیم این رهبر رو نمیخوایم، رهبر قبول نداشتن جرم نمیشه، کسی نمیگه نظام اسلامی رو بخوام وردارن که بگن جرمش اعدامه، رهبر رو نمیخوان، زور نیستش، زوره به نظر شما؟ خیلی ها رهبر رو نمیخوان، نه بی اعدامی اگر من بکنم جان. پس این هزینه‌ای که شما دارید اشاره میکنید، میگید بخش اعظمی از مردم مخالف چنین رفتاری هستن با رهبران جنبش سبز، پس هدف حکومت چیه؟ چه سودی براش داره اینکه در واقع چند سال الان نه دادگاهی برگزار کرده، نه پیگیری میکنن، نه حتی اجازه میدن که این افراد از خونه‌شون بیان بیرون، در صورتی که فقط در صورت بیماری، همون چیزی که در هفته‌های گذشته دیدیم، اجازه خروج از منزل بهشون. چه سودی این مسئله برای حکومت داره؟ سودش اینه که به ایران لطمه میخوان بزنن. اینا بیشتر الان شما حساب بکنید دفاع از سوریه و جاهای دیگه و جاهای دیگه اسمن نمیارم که وقتش برنامه شما رو بگیره، به ایران اصلا توجه ندارن. شما حساب بکنید الان مثلا قوه قضاییه هیچ رسیدگی به کار مردم ایران نمیکنه، به جز اینکه اداره های تغییر گذاشته و وقت مردم رو میگیرن و بالا میدونی که رشوه میگیرن و فلان میکنن، کسی جوابگو نیست. ببینید الان اگه شما بخوای بگی فقط رهبر مقصر هسته، من میگم تنها اون نیست، این 24 میلیون نفری هم که به آقای روحانی رأی دادن و خود آقای روحانی هم مقصرن. آقای عبدالمجید اگه خیلی کوتاه بخوای توضیح بدی، با توجه به پشتیبانی رأی 24 میلیونی که آقای روحانی هم خودش اشاره کرده که به این مسئله که حمایت مردم رو داره، چرا آقای روحانی در حالی که وعده میدن اما به این مسئله عمل نمی کنن؟ آیا در توانشون نیست؟ نه ببینید غیر توانشون میدونه. ببینید شما اگه بگید نادونه دور از جون اشتباه میکنی، خیلی داناست آقای روحانی. آقای روحانی این سیاست تز برنامه کارشونه که سر 70 میلیون 80 میلیون رو گرم کنه، شیره بماله و حکومت جمهوری اسلامی به راه خودش ادامه بده. میدونه خودش هم که داره سر ما رو کلا میذاره، ولی من از اون ناراحت نیستم. من از این 24 میلیون نفری که برای بار دوم پاشون انداختن تو چاله به اون رأی دادن ناراحتم. اگر اونا رأی نمیدادن، ممنون آقای عبدالمجید، ممنون از شما که جانب. تماس گرفتیم، مرسی. اما پیش از این که به در واقع بریم یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، بذار یه سری دیگه دوباره به صفحات مجازی داشته باشیم و نظرات کاربران رو ببینیم. بهروز، من خیلی کوتاه یه نظری رو از فیسبوک فقط بخونم که امیر گفته که هیچ اتفاقی نمیفته، مشابه همین صحبت آقای عبدالمجید میگه روحانی به رأی مردم احتیاج داشت و به آن رسید، دیگر نیازی نیست به آن برگردد و به حال و روز آنها فکر کند، خودش هم میدونه کاری از دستش بر نمیاد. ممنون از تو بهروز. اما جدا از راه های ارتباطی که در طول برنامه به صورت زیرنویس به شما نمایش داده میشه، شماره پیامگیر اتوماتیک برنامه رو فراموش نکنید، 202-382-7205 راه دیگری است که میتونید از طریق اون با ما در ارتباط باشید. یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید.
VOA فارسی اینستاگرام صدای آمریکا. در ادامه برنامه روی خط همراه ما هستیم. برنامه امروز در ارتباط با حصر خانگی سالن جنبش سبز. بروز تا اینجا کارم و بینندگان اشاره کردم به بحث مشکلات که نقض قانون اساسی در ایران هستش، حتی قانونی که در خود ایران حکم فرما است. بخش اشاره کردم به اینکه این تصمیم رهبر جمهوری اسلامی و برخی هم اشاره کردم به در واقع پشت کردن آقای روحانی به رأی مردم. اما بذار تو این بخش اگه بشه نگاهی داشته باشه که واقعا آیا بر اساس قوانین ایران کاری که داره انجام میشه در مورد سران جنبش سبز آیا کار قانونی هستش؟ افشار اگر فرصت داشته باشیم من فقط اینو میخوام که قبل از اینکه وارد بحث قانونی بشیم به یه نظرخواهی هم که از مردم داشتیم اشاره بکنیم، چون همونطور که گفتی نظرات متفاوت هست. ما در نظرخواهی که در کانال تلگرام صدای آمریکا داشتیم پرسیده بودیم که آیا این حصر خانگی رو قانونی میدونن و یا نه، و سه گزینه داشت. 89% گفتن نه قانونی نیست و باید پایان پیدا کنه. 6% عذر میخوام گفتن که قانونی نیست ولی باید محاکمه بشن این دو، و 5% که رأی نزدیکی هست به گزینه دوم گفتن که قانونی نیست و باید ادامه پیدا کنه. حالا اگر تغییر کرد که خب بعید، فاصله خیلی زیاده، ولی ما باز هم در ادامه برنامه به این برمیگردیم. اما در مورد بحث قانونی بودن و اینکه چطور با چه مبنای قانونی این کار انجام دادن، جمهوری اسلامی در طول این حدود 38 سال بارها این کار رو کرده، چه در زمان آقای خمینی چه در زمان آقای خامنه ای. از آیت الله شریعت مداری مرجع تقلید شیعه که در زمان آقای خمینی حذف شد و در حذف مرد، تا زمان آقای خامنه ای که مثلا معروف ترینش آقای منتظری بوده یا آقای آذری قومی. اما در قانون اساسی ایران به صراحت اومده که چنین کاری رو نمیشه انجام داد، و مثلا در اصول مختلف قانون اساسی، مثلا در اصل 32 میگه که هیچ کس رو نمیشه دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود، و توضیح میده که 24 ساعت بیشتر فرصت نیست تا این پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال بشه و مقدمات محاکمه فراهم شه. این از همه اصلی بود که بهمن ابتدای برنامه بهش اشاره کرد که باید که در 24 ساعت باید تعیین تکلیف قضایی بشه. اصل 33 هم میگه که هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد، که باز هم میبینید با این اصل مغایر هست. البته این در مورد بسیاری از شهروندان ایرانی شاید صدق کنه، این بله. بحثی که هستش بله، و خب اینم به هر حال نقض قانونه. و اصل دیگری از قانون اساسی جمهوری اسلامی که اصل 23 میگه تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. لااقل با این سه تا اصل این حصر خانگی، زندان خانگی، حالا هر اسمی که روش میخوایم بذاریم مغایر هست، به ویژه اینکه اساسا هیچ پرونده ای علیه اینها تشکیل نشده و اتهاماتشون در هیچ دادگاهی مورد بررسی قرار نگرفته. نکته ای که برات اشاره کردیم، ما تو بخش ابتدایی برنامه مقدمه برنامه اشاره کردیم به این بحث که در واقع آقای روحانی در روزی که سخنرانی داشتن در میتینگ، در واقع سخنرانی پس از پیروزی انتخاباتشون، در پاسخ به یکی از خبرنگاران در مورد مسئله رفحص صحبتهایی کرده بود که اشاره کرد به همین بحث، این که به عنوان رئیس جمهور متقاعد به انجام یک سری امور هستش، که بخشی از صحبتهای ایشون رو مجدد با هم ببینیم. ما در چارچوب قانون اساسی حرکت میکنیم. من نسبت به حقوق تک تک شهروندان ایرانی بدون استثنا مسئولم. با توجه به اون مواردی که خب بهروز هم برای ما توضیح داد در موردش، و خب اظهاراتی که آقای روحانی هم همین در ویدئوی کوتاهی که دیدیم اشاره کردن به اینکه به عنوان رئیس جمهور
بایستی در واقع اون دستوراتی که در قانون اساسی حداقل خود ایران هم اومده انجام بدن که عملا در مورد حصر سران جنبش سبز این مسئله انجام نشد. اما موضوعی هم بود که عبدالمجید هم بهش اشاره کرد. بذارید بریم با آرش صحبت کنیم، از تهران همراه ماست. آقای آرش، شما از طریق تلفن همراه ما هستید. آیا با این بحث حصر خانگی سران جنبش سبز موافق هستی یا مخالف؟ و اینکه بشنویم این صحبت های شما رو. الو، خسته نباشید آقای افشار. ممنون. به نظر من آقای افشار، نه این حصر خانگی، تمام زندانی های سیاسی ما باید آزاد بشن. یکیش مثلا مثل همین خانم زاغری، ایشون چیکار کردن زندان؟ به نظر من ایشون هم دست کمی از این مسئولین ندارن. بعدش هم اینا به خاطر ترس نظام، در حال سقوط نظام، یه علتش به خاطر همینه که اصلا نظام در حال سقوط کنه نمیذارن محاکمش کنه. بعدا کاری نکردن. خود آقای میرحسین موسوی چی کار کرده که بخواد محاکمه بشه؟ یا آقای کروبی؟ خب فکر میکنی پایان این ماجرا آرش با این رویه که داره صورت میگه، پایان این ماجرا به چه صورته؟ به نظر من الان دیگه آزادی اینا هیچ سودی نداره. تنها کسی، من الان به مردم ایران دارم میگم، تنها کسی که میتونه این ایران بزرگ ما رو نجات بده شاهزاده پهلویه. به نظر من الان دیگه دیره، فردا باید الان اقدام کنیم که ممنون از شما آقای آرش، مرسی که تماس گرفتید و نظرتون در برنامه منعکس کردیم. به آمریکا بریم. آقای فرهاد از طریق تلفن همراه ماست. آقای فرهاد بفرمایید، روی خط هستید. جناب سیگارچی، من دیروز شما با کسی به اسم من مصاحبه کردید که من اصلا نبودم. تنها آقای فرهاد، عذر میخوام، آقای فرهاد در آمریکا فقط شما نیستید، شاید فرهاد دیگری بوده باشند. من مطمئنم که ایشون آمریکا نیست، ولی لطف کنید به من بگید فرهاد شماره دو از این به بعد. بله بفهمید، اما نظرتون در مورد برنامه. بله خدمت شما عرض کنم، ببینید آقای کروبی، آقای موسوی مسئول بودن در این حکومت. در زمان هر دوی اینها جنایات فساد اتفاق افتاده. اینها یک عده رو دنبال خودشون رو انداختن، جوانها که وقتی که کشته شدن، دستگیر شدن، بلافاصله ترسیدن، گفتن ما میخواییم قانون اساسی اجراشه. یک نحوی اینها در اون قانون محکوم هستند. ولی همونطور که دوست عزیزمون گفت، خانم زاغری، نرگس محمدی، آقای وکیل عبدالرزاق یا امثال بیگونه ها صادقی که داره از فرهاد، ابتدای برنامه به این مسئله اشاره کردیم که در مورد بحث نقض حقوق بشر وقتی صحبت میشه، همه شهروندان در یک جایگاه قرار میگیرن. اگر نقض حقوق بشر رو محکوم میکنیم، خب برای تمام افراد یک جامعه باید اون به مساوات در واقع تقسیم بشه. این یه مقدار فکر نمی‌کنه دور از انصاف باشه؟ بله، من سپاسگزارم، امیدوارم اسمای اونا دیگه گفته بشه. جناب سیگارچی، ببینید صدای آمریکا بیشتر با محافظه‌کارانه. شما مهمانایی که دعوت می‌کنید همه از طرف فرهاد، اگر بشه لطف کنید انتقاداتتون رو یا از طریق راه‌های ارتباط برنامه رابطه میگم. آقای ایرج مصداقی، آقای دایی چرا یک بار دعوت فرهادی من شما خدافظی میکنم و بذارید به آمریکا بریم. مجدد آقای مطلق که از طریق تلفن همراه ماست. آقای مطلق سلام، من رو بپذیرید، بشنم این نظر شما رو در این ارتباط. آقای مطلق بفهمید. آقا سلام علیکم. آقا این موضوع خیلی روشن، دو تا چهار تا است. اینا جلوتر گفتن اشتباه شده، خلاف کردن، ایران رو دوردن روی کار. این شخص و این آدمی، آقایی که به درد آبجو فروشی میخوره، ببینید اینا گفتن این آدم درست نیست. اینا گفتن اگر اینو بیارین اینا خراب میکنن، آباد نمیکنن مملکتو. اینا چند تا دوزی در این موقعی که اینا رئیس جمهور بودن و اینا کار کردن، اونایی که با اینا کار میکردن، همه اینا خلافکاری کردن. اگر اینا میامدن رو کار، اقلا این دوزی ها نمیشد، این فساد ها نمیشد. اونا قبلا کار دوزی نکرده بودن، خلاف نکرده بودن. این دوتا چهارتا هست. اونا میدونستن که این مد به درد این کار نمیخوره. آقا گفت که این با من به نزدیک تره، همین کار خراب کرد. و در ثانی اگر انسان یک ملاقاتی داره، چه نمیدونم،
احساسی داشته باشه میگه آقا این انتخابات رو تجدید کنید اگه آدم صالح‌تری آمد، ولی خودشون خلاف کردن. ممنون آقای مطلق، این هم نظر بود. مرسی از آقای مطلق صحبت‌ها شنیدیم، اما بد نیست نگاهی داشته باشیم به بخشی از صحبت‌هایی که علی مطهری نایب رئیس مجلس داشته پیشتر، البته پیش از اینکه نایب رئیس مجلس باشن، با آقای خامنه‌ای در ارتباط با رفع حصر سران جنبش سبز و البته پاسخی که آقای خامنه‌ای به ایشون داده. بد نیست این ویدیو رو با هم ببینیم. بهترین راه این است که اینها در یک دادگاه علنی محاکمه بشن با سایر عوامل فتنه، با سایر عواملی که در فتنه به هر حال نقش داشتن، همه هم به رأی دادگاه تمکین کنن، همه هم به رأی دادگاه تمکین بکنن. در حضور مقام رهبری بنده اینو مطرح کردم، یعنی گفتم که همین حرفی که الان گفتم که به نظر من ادامه حصر اینها به صلاح کشور نیست و اگر اتفاقی بیفته به هر حال ممکنه بعدها مشکل ایجاد بکنه، و گفتم شما به هر حال دستور بدید به قوه قضاییه که این مشکل رو حل بکنن و اگه لازم محاکمه بشن محاکمه بشن، محاکمه علنی بشن. خب ایشون عرض کنم که استدلالی داشتن، ایشون فرمودن که جرم اینها خیلی سنگینه و اگر اینها محاکمه بشن حکمشون خیلی سنگین خواهد بود که شما هم راضی نخواهید شد، نخواهید بود. و الان ما داریم ملاتفت میکنیم به اینها که الان در حصر خانگی هستن. بله، همونطور که در این ویدیو هم دیدید، پیش از اینکه حتی دادگاهی برگزار بشه به هر سوی رهبر جمهوری اسلامی اشاره میکنه به اینکه اگر دادگاه برگزار بشه حکمی که در واقع برای اینها صادر میشه خوشایند برخی از شما نخواهد بود. این در حالی که اما رهبران جنبش سبز بارها خواستار برگزاری دادگاه علنی شدن. نظرات بینندگان رو شنیدیم، یک نگاه کوتاه داشته باشیم به نظرات کاربران در فضای مجازی. بهروز. بله، دوباره سری بزنیم به اینستاگرام، جایی که امیر نوشته حصر این سه نفر به معنی حصر جنبش سبز است، به معنی حصر غیر خودی هاست تا دست خودی ها برای هر کاری باز باشد یا آزاد باشد. این نظر امیر بود. اما سریع هم به نظر در واقع موافقان برخورد با موسوی و کروبی بزنیم، که سپیده از اون دست است و گفته که اینها زمان خودشون جنایت ها کردن و پول ها خوردند، نرگس محمدی و دیگر زندانی های بیگناه باید آزاد بشن. و نظری هم از طریق تلگرام به دست ما رسیده، همونطور که میدونید در طول برنامه میتونید از طریق تلگرام به این پرسش پاسخ بدید که آیا حصر در واقع سران جنبش اعتراضی موسوم به جنبش سبز و قانونی میدونید و اینکه چرا وعده‌ای که حسن روحانی داده محقق نمیشه. اما آقای پاشا با اشاره به اون بخش از سخن روحانی که در برنامه مورد استناد قرار گرفت و پخش کردیم براتون که گفته بود با نقض قانون اساسی مقابله میکنه و همینطور وعده‌ای که برای رفع حصر داده، گفته بود رئیس جمهوری که وعده میده اما عمل نمیکنه، یعنی رئیس جمهور نیست، رئیس حکومت و رئیس جمهور نیست و نماینده حکومت و معنا و مفهوم جمهوری و رئیس جمهوری رو هم زیر سوال برده. بله، به اصفهان بریم. بیننده ای که از اصفهان با ما تماس گرفته، آقای رعیدی، اگر اشتباه نگفته باشم اسم ایشون رو، آقای رعیدی به نظر شما یا آقای رئیسی هستن ایشون؟ بله آقای رئیسی، سلام، من رو بپذیرید. آیا شما موافق هستید با این حصر خانگی که چند سال به طور انجام میده؟ موضوعی که باید بهش بپردازیم، ضمن اینکه من سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و مجموعتون دارم، ولی یه موضوعی که باید بهش بپردازیم این که بزرگ نمایی کردن در مورد این قضیه رو بیاییم بسنجیم، یعنی ببینیم که واقعا حادثه ای که رخ داده و بزرگ بودن این قضیه و فاجعه بودن این قضیه عمقش چقدر هست. اگر واقعا عمیق باشه، خب هر کسی باید تاوان خودش رو بده و ضمن صحبتایی که جناب آقای مطهری فرمودن در موردش ساخته و پرداخته بشه.
ببینید بینش و بصیرت داشتن در مورد همچین قضیه‌ای، این موضوع رو به این شکل میتونه برسونه که اگر سال 88 کشوری که میاد و یه انقلابی میکنه و بعدم جنگی رو بهش تحمیل میکنن و سال 88 ناخواسته، من خودم یه شخصی بودم که به جناب آقای موسوی رأی دادم، شدیداً پشتیبان ایشون بودم که ایشون رئیس جمهور مملکت من بشه، رای مملکت هم خدمت کنه، به مردم هم خدمت کنه، برام خیلی مهم بود ارزش‌ها، کرامت‌های انسانی. خب ایشون سوابق خیلی سنگینی رو داخل دوره خدمت، دوره نخست وزیری خودش واقعا داخل کشور داشت، ولی حادثه ای که سال 88 رخ داد، این حادثه باعث شد که بهانه ای دست یه سری از افراد بیاد که اگر این حادثه کل انقلاب کشور و کل مردم مایی که این همه زحمت کشیدن برای انقلاب و یه انقلابی رو اومدن به ثمر رسوندن، خونها ریخته شد. خب این اگر این موارد، در واقع مواردی که شما دارید بهش اشاره میکنید مشکل ساز هست، یا در بخش ابتدایی صحبتتون اشاره کرد به اینکه باید سنجش بشه، جای بهتر از دادگاه قوه قضاییه هست که بتونه به این در واقع مسئله رسیدگی کنه؟ آخه بحث در اینه که من این موضوع رو میخوام عرض کنم خدمتتون، اگر که وقتی که میبینیم گزینه بعدی خیلی سنگین تر خواهد بود، یعنی گزینه بعدی گزینه ای میشه که وقتی که جرم آقایون رو میان میبینن یک کشور رو میخواد به باد بده. الان شما یه لحظه من عذرخواهی میکنم 30 ثانیه من فرصت بدین، اتفاقی که داخل افغانستان افتاد، اتفاقی که داخل عراق افتاد، اتفاقی که داخل سوریه افتاد، جنگ‌های داخلی که داخل این کشورها رخ داد و واقعا اگر این اتفاق و این آشوب سال 88 داخل ایران اتفاق می‌افتاد چه بلایی، یعنی جنگ خب آمریکا وارد عراق شد. آقای رئیسی الان بحثی که هستش، مسئله‌ای که هستش، اینها به این افراد در واقع به نتایج انتخابات 88 معترض بودن، آیا راه دیگری نبود برای در واقع تعامل با این افراد؟ چرا؟ خیلی راحت بهشون گفته شد، گفتن که اگر به واقعیت بیاین بپذیرید که اشتباهی صورت گرفته مشکلی نداره، شما برگردید به جامعه و به جامعتون خدمت کنید. متأسفانه مقدار نخواستن بپذیرن. در بین خب برمیگرده به بعض حوادث، همونجوری که در تصاویر حوادث بعد از 88 که ما امروز در مورد اصلا صحبت داریم نمی کنیم، بحث اینه که خب با توجه به مواردی که شما دارید اشاره میکنید، این افراد هم گفتن که ما خواستار برگزاری یک دادگاه علنی هستیم، با توجه به سمت هایی که پیشتر خود این افراد در حکومت جمهوری اسلامی داشتن، این حق اونها نیست که بر اساس قوانینی که در ایران وجود داره از یک دادگاه عادلانه برخوردار بشن؟ بله اشکالی نداره، این خیلی خوبه، ولی بحث اینه که اگر واقعا من توی مسیری اشتباه کردم اشکالی نداره، حالا من تو هر سمتی هم که باشم، اگر نخست وزیر باشم، الان کاندید ریاست جمهوری باشم، رأیم آورده باشم 16 میلیون رأی آورده و واقعا ببینم میگم آقا من اشتباه کردم، ولی وقتی که میام توی شرایطی میبینم این حادثه به آشوب کشیده میشه و مملکت من، مملکتی که این همه براش زحمت کشیده شده، توی همچین شرایطی قرار میگیره، چه اشکال داره آقای موسوی و آقای کروبی خیلی راحت خیلی روون بیان بگن آقا ببخشید این قضیه ما نمیخواستیم به این شکل توی این مسیر قرار بگیره، ولی قرار گرفته، اشکالی هم نداره، پا محاکمش هم وایستادیم. آقای رئیسی فقط به عنوان آخرین سوال اگر کوتاه بشه پاسخ بدین که ممنون میشم، این که بله. در صورت آزادی این افراد چه ضرری به حکومت جمهوری اسلامی وارد میشه؟ هیچ ضرری وارد نمیشه، فقط بحث سر اینه که ببینید اگر که رهبر ما در اصلا خود رهبر ما نمیتونه مستقیما در بیاد بگه مثلا آقا اینو آزادش کنید، خب بالاخره یه سری وساطت رو میخواد، اگر در مورد آقای روحانی صحبت میشه میگن آقای روحانی وعده خلافی کرد، توی شرایطی قرار گرفت، عمق فاجعه خیلی بیشتر، یعنی یه مقداری همکاری از خودمون آقایون میخواد، من در جریان کاملش هستم، اگر یه مقداری همکاری بشه ده واقعا تواضع به خرج داده بشه، من اگر بحث توبه کردن اینا رو دارید اشاره میکنید در واقع؟ بله دارید به بحث توبه کردن اشاره میکنید که خواسته شده مثلا صحبتایش میشه اسمش گذاشت توبه کردن، ببینی توبه کردن اینی که آدم اعتراف بگم، من بیام بگم آقا انسان جایز الخطا است، آقا من اشتباه کردم، من الان یه حرکتی رو کردم واقعا میبینم متضرر شدم،
واقعا هدف خدمت کردن به جامعه بود. ایشون وقت کاندید ریاست جمهوری شد، چون من خودم به ایشون رأی دادم، برام خیلی ارزشمند بود، خیلی قابل احترام بود. وقتی فاجعه ای که سال 88 رخ داد و اومد تنش ایجاد کرد و اومد منطقه رو به آشوب کشید، شما یه لحظه اصلا داشتیم انقلابمون ایرانمون رو از دست میدادیم، چه بسا این درگیری داخلی میشد این عراق، چه بسا میشد این سوریه، چه بسا میشد این افغانستان. اشاره کردیم به بحث اینکه آدم ها اشتباه میکنن و گاهن نیاز به این دارن که باید معذرت خواهی کنن. بله. در همون انتخاباتی که به این حوادث در واقع منجر شد، آقای خامنه‌ای حمایت خودشون رو از آقای احمدی‌نژاد اعلام کردن و ایشون به هر حال 4 سال دیگر در ریاست جمهوری باقی موند. بعد از پایان دوره انتخابات، دوره در واقع دولت آقای احمدی‌نژاد، دیدیم که چه افتضاحی در دولت ایشون به بار اومد، چه اختلافاتی میان آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای هم به وجود اومد. آیا فکر می‌کنید آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی اومده معذرت خواهی کنه؟ نه، ببین ملاک میزان رأی مردم بود. یعنی در مورد اینکه آقای احمدی نژاد عملکرد خوبی نداشت، یعنی واقعا نه، من الان این سوالی که پرسیدم آقای رئیسی، ببخشید، فقط به اون بخشی که دارید میگید که در واقع مثلا آقای موسوی و آقای کروبی اشتباه کردن، میتونن معذرت خواهی کنن که بخشیده بشن، ما میگیم که در اون 8 سالی که آقای احمدی نژاد با حمایت تمام و کمال آقای خامنه ای بودن، خب الانم که به هر حال پرونده بسیاری که از اون دولت بیرون اومده، فسادهای گسترده‌ای که در اون دولت بوده، آیا آقای خامنه‌ای عذرخواهی کردن برای اونها؟ ببینید اصلا شما بحث رو خیلی قشنگ داری در مورد این قضایا، تطبیق کردن این قضایا. وگرنه آقای بنی صدر رو، خب آقای حضرت امام هم اومدن اونجا بنی صدر رو تاییدش کردن، گفتن آقای بنی صدر، بعدم خیلی راحت عزلش کردن. بحثم فرقی که من نمیخوام آقای احمدی نژاد رو با بنی صدر قیاس کنم. وقتی که رأی که مردم آورد، وقتی که آقای احمدی نژاد رأی رو که آورد، احترام گذاشت به رأی مردم و ایشون رو تایید کردن، گفتن ممنون از شما آقای رئیسی. مرسی، یک هم مکالمه همون طولانی شد. البته من سوالم بیشتر در مورد آقای خامنه ای بود، اما در ادامه برنامه همراه ما باشید. VOA فارسی، اینستاگرام صدای آمریکا. پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید. کردن اینه که اگر اینا رو دادگاهی کنن، مجبورن بهشون ببندن که شما میخواستین چنج رژیم کنین. اگر اینم خودشون ثابت کنن که میکنن، اون وقت مجبورن اعدام کنن. خب اینا بیشتر ترسشون از اینه که این داستان دادگاه تشکیل نشه که این قضیه اعدام به اینا نخوره، اون وقت مجبور بشن مثلا این کار رو کنن که نمیتونن بکنن، خیلی تنش بیشتر میکنه براشون.
اون وقته که اگه آزاد کنن خیلی راحت تر از اینن که تا بخوان داد کنن و تبرئه کنن همجور عفو عمومی بدن. اصلا بخواید از نظر سیاسی بهش نگاه کنید. پایانی برنامه روی خط هستیم با موضوع حصر سران جنبش سبز، حصر خانگی. اما در ابتدای برنامه بهروز اشاره کردی به نظرسنجی که در تلگرام صدای آمریکا گذاشتن، اگر بشه نگاهی داشته باشیم به اینکه نظر مردم چی بوده. این نتیجه نظرخواهی تا الان خیلی تغییر عمده‌ای نداشته. پرسیده بودیم که نظرشون در مورد زندان خانگی این ستن چیه که 89% میگن قانونی نیست و باید پایان داده بشه، 6% میگن قانونی نیست ولی باید محاکمه بشن و 5% هم معتقدن که هم قانونی است و هم باید ادامه پیدا کنه. این نتایج نظرخواهی بود که در کانال تلگرام داشتیم از مخاطبان. حالا با توجه اشاره داشته باشیم به صحبتایی که دیروز که از بینندگان میکرد که در بسیاری از موضوعاتی که شما نظرسنجی میذارید اینه که مخاطبان شما نظر میدن و طیف خاصی هستن که ما دیروز اشاره کردیم به اینکه در چنین مواقعی خب جمهوری اسلامی هم میتونه این مسائل رو چه از طریق جمهوری در واقع صدا و سیما خط رو برای مردم باز بذاره، چه از طریق رسانه‌های آزاد این رأی‌گیری بکنه ببینه واقعا نظر مردم چیه و خواسته مردم چیه. اما علاوه بر مردم، بسیاری از نمایندگان، بسیاری از مقام‌ها که در سمت‌های مختلف هم در خود حکومت ایران دارن کار می‌کنن، خواستار رفع حصر سران جنبش سبز. آقای حیدری نماینده تهران در مجلس یکی از این افراده که بخش از صحبت‌های ایشون رو با هم می‌شنویم. این عزیزان در شرایط سنی و جسمی که هستن محصورین، اگر خدای ناکرده اتفاقی که برای آیت الله هاشمی پیش اومد برای این محصورین هم پیش بیاد، در شأن نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود. و از مقام معظم رهبری ما هم تقاضا داریم که عنایت ویژه‌ای مبذول فرمایند، به مسئولین مربوطه دستور دهند که این حصر بیش از این کشدار نشود. این چگونه است؟ از ابتدای انقلاب رؤسای جمهور، نخست وزیران و رؤسای مجلس عموماً به حصر یا حصر کشیده شدند و تکرار این حوادث رخدادها به صورت یک روند در آمده. وقتی به صورت یک روند در آمده بسیار قابل تأمله. بله، شنیدیم بخش از صحبت‌های آقای حیدری و اشاره جالبی که به بحث این که داشتن که نخست وزیر، رئیس مجلس یا رئیس جمهوری که در ایران هستن بعد از پایان کارشون یا حذف میشن یا حصر میشن یا حبس میشن. بذارید به کرج بریم. آقای آران از طریق تلفن همراه ماست. آقای آران، تا اینجای برنامه شنیدین نظرات بینندگان و صحبت هایی که تا اینجاش رو بشنم نظر شما رو. آقای آران درود بر شما. درود، بفهمید آقای آران. با تشکر از شما جناب آقای سیگارچی و با تشکر از تمام پرسنل زحمتکش این رسانه در رابطه با موضوع حصر آخوند میکروبی و میر حسین موسوی، باید بگم که همشون در اصل که از سر تا پا یک کرباس هستن. البته در این زمان که این حکومت احساس خطر کنه فرقی نمی کنه که کدام قطب باشه. البته رهبر آنها رو در آب نمک خوابانده است برای زمانی که این رژیم در خطر بیفته. در قانون اساسی هم در اصل 28 گفته شده که کسی که روحانی باشد در قانون اسلام نمی تواند زندانی، که طبق اساسنامه همین حکومت در رابطه با تحقق رسیدن کدام روحانی، باید بگم که روحانی یک مترسک بیشتر نیست و حاکم. آره، من شما عذرخواهی میکنم، عذر میخوام. بخش از صحبت‌ها و کلماتی که شما به کار بردید طوری نیست که در برنامه روی خط بشه از این ادبیات استفاده کرد. به قم بریم. آقای جعفری از طریق تلفن همراه ماست. آقای جعفری، فقط زمانمون خیلی کوتاست، میشتم این صحبت های شما رو بفرمید. سلام، خسته نباشید. عهد ادب خدمت شما و همکاراتون. ممنون. من تو انتخابات سال 88 جز رای اولیا بودم، اومدم شرکت کردم، به آقای میرحسین رای دادم. وقتی فهمیدم تقلب شده اومدم توی این اعتراضا شرکت کردم، تظاهرات کردم. بعد
جونم هم به خطر انداختم، ولی وقتی دیدم که اسم اعتراضام شد فتنه، از اون روز تا الان هم سردرگمم، هم این که دیگه تا حالا یه رأی هم نرفتم بدم. خب آقای جعفری، سوال ما از شما اینه که الان به عنوان مثال شما میگید که اون عملیات یا اون رفتار یا اون اعتراض ها یا اون راهپیمایی ها فتنه بوده، آیا حتی اگر این فتنه بوده در جایی ثابت شده، در محکمه این ثابت شده، دادگاهی برگزار شده؟ ببینید من تا الان خب نرفتم رأی بدم، فقط به دلیل چون احساس میکنم منو گول زدن، یا اصلا تقلب نشده، یا اگرم تقلب شده. البته سوال من پاسخ نداده آقای جعفری. خب اینها رو با برگزاری یک دادگاه و ارائه مستندات میشه بهش به یک نتیجه رسید، اما آیا در مورد این مسئله چنین چیزی شده؟ ببینید من سندم، من یه سند زندم، من اونجا بودم، اعتراضا رو دیدم. ممنون آقای جعفری، مرسی از شما که تماس گرفتی. اما به دقایق پایانی نزدیک میشه دیگه، تقریبا آخرهای برنامه هستش. بذارید قبل از اینکه خدافظی کنم ما یه نگاه داشته باشیم اول از همه به نظرات بینندگان که در فضای مجازی آخرین دقایق بود. من تعداد زیادی از نظرات شما رو متاسفانه نتونستم برسم، فقط خیلی برسم بخونم. خیلی سریع به این اشاره کنم که با توجه به بحثی که در مورد مسئولیت آقای روحانی بود، بیانیه که خانواده آقای کروبی داد بعد از دوبار بستری شدن ایشون در بیمارستان اشاره کرده بود، این عین متن بیانیه است که در توییتر خیلی مورد توجه قرار گرفته بود، که چاره‌ای نداریم جز آن که اعلام کنیم شخص در کنار شخص حاکم و سیستم فشل قضایی، رئیس جمهور و وزیر اطلاعات مسئول مستقیم جان محصولینن. این بخشی از بیانیه خانواده آقای کروبی بود. اما شایان در تلگرام برای ما نوشته بودش که آقای روحانی فقط برای برنده شدن در انتخابات وعده رفع هست داده، وگرنه به تعبیر ایشون دست او با لاریجانی و خامنه ای در یک کاسه است. و کاربر دیگه ای گفته که همکاسه های دیروز امروز از فاش شدن اسرار مگوی هم دیگه میترسن، وگرنه این دور رو محاکمه علنی میکردن. و همینطور که گفته که آقای روحانی این وعده رو به دروغ داده. آقای کورت پرست هم گفتن که این دعوای خانوادگی بین سران نظامه که به داخل جامعه کشیده شده، وگرنه نیازی نبود که این با اینها همچین برخوردی بشه. و باز هم ایشون هم جزو اون افرادیه که معتقد آقای حسن روحانی این وعده رو به دروغ داده و نمیخواد اجرا بکنه. و آخرین نظر از کاربری است که گفته که خود آقای کروبی حکم حکومتی رو پذیرفت در زمان ریاستش بر مجلس و گفته که اساساً دادگاه منصفانه در ایران قابل اجرا و برگزاری نیست. البته به غیر از رهبر جمهوری اسلامی و بحث حسن روحانی رئیس جمهور ایران، رئیس قوه قضاییه هم یکی دیگه از گره‌هایی هستش که برخی بهش اشاره کردن. به عنوان مثال اشاره می‌کنم به اظهار نظر رئیس قوه قضاییه در مقابل وعده‌های حسن روحانی که گفته، و حتی اگر حسن روحانی در شورای امنیت ملی این بحث رو مسبب کنه، اما باز ما محاکمه می‌کنیم افراد. اما به پایان برنامه امروز رسیدیم و تا فردا شب روزگارتون خوش. تا هفته آینده وقت بخیر. خدا نگهدار. سری جدید فرارو، دوشنبه تا پنج شنبه 12 ظهر به وقت واشنگتن، 8:30 شب به وقت ایران. این صدای آمریکاست.